وارد معرکه شدن مثلث جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان. دکتر عبدالله عبدالله برای انتخابات 1393 ریاست جمهوری ثبت نام کرد. نخستین نخست وزیر زن استرالیا و گلایه از تجربه تلخ تبعیض وقیحانه جنسی. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس شاوش خوش آمدید. پس از بحث ها و گمانه‌زنی های فراوان، دکتر عبدالله عبدالله برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. انجینیر محمد خان معاون حزب اسلامی شاخه ارغندیوال معاون اول و محمد محقق به حیث معاون دوم آقای عبدالله معرفی شدند. حزب اسلامی بر اساس توافق نامه‌ای که شب گذشته با جمعیت اسلامی امضا کرد از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت نموده است. گفته می شود که شاخه های دیگر حزب اسلامی از این ائتلاف حمایت نمی کنند. از جمله جمعه خان همدرد از چهره های سرشناس حزب اسلامی گفته ائتلافی که میان شورای نظار و حزب اسلامی از سوی افراد انگشت شماری نسب صورت گرفته نظر تمام حزب اسلامی نیست. اما جنرال دوستم یکی از مهره های کلیدی اتحاد انتخاباتی از این ترکیب حمایت نمی کند و همچنان گفته می شود احمد ضیا مسعود و امرالله سالی نیز در کنار این تیم دیگر نیستند. اما واقعا چگونه جمعیت اسلامی با حزب اسلامی با وجود رقابت های دیرینه برای حمایت از نامزدی دکتر عبدالله به توافق رسیدند و چرا این تیم حمایت سران جبهه ملی را از دست داد؟ واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی و احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. تشکر. آقای سیدی، شما ائتلاف جمعیت اسلامی با حزب اسلامی را چگونه می‌بینید برای حمایت از نامزدی آقای عبدالله عبدالله؟ به نام خدا، بعد از سلام و عرض ادب خدمت جناب دوستیم آقای حکیمی، شما بینندگان تلویزیون، در قدم اول جناب دکتر عبدالله عبدالله دوست شخصی من در شرایط دشوار مرا همکاری کرده، سپاسگزارم و از خداوند بزرگ برش آرزوی موفقیت میکنم. یک بخش. اما اونچه که عینیتی واقعی جامعه است میخوام با شما شریک بسازم. من بسیار خوشحال هستم که ایواز از اینکه در گذشته ها در پیروزی جهاد جمعیت اسلامی و حزب اسلامی به خصوص حزب اسلامی از چهار آسیاب راکت پرانی میکرد به خاطر تصاحب قدرت، حالا میخوان از راه آرای مردم قدرت تصاحب کنند نه از راه توپ و تفنگ. این را اکفال نیک میگیرم. اما اونچه که من باور دارم، من فکر میکنم که حزب اسلامی یک قطعی را با دکتر صاحب عبدالله بازی کرده که قابل تبصره است. یک، طوری که جناب حکمتیار در روزهای اول پیروزی جهاد که صدر اعظم تعیین شده بود حضور خود را در کنار شهید استاد ربانی ننگ میدانست، نیامد و تا آخر قطب الدین هلال به صدارت ری کرد. من تشویش دارم که این بازی حزب اسلامی شاخه ارغندیوال نیز همون بازی است. بی‌معنا آقای جناب عبدالهادی ارغندیوال من حیث معاون اول در کنار دکتر عبدالله به خود کسر شان دانست، انجینر محمد خان را معرفی کرد با چند دلیل. نسبت به آقای انجینر محمد خان، آقای ارغندیوال در سطح ملی و ملی ملی معرفت بیشتری داشت، مطرح بیشتر بود چون وزیر بود. آقای انجینر محمد خان شاید در بین شاخه حزب اسلامی آقای حکمتیار معرفتی داشته باشه و در سطح ملی و ملی ملی کمتر معرفت داره. حرف دوم، اونچی را که من باور دارم امکاناتی را که حزب اسلامی از جمعیت تقاضا کرده که معاون اولیت و سه چهار چوکی وزارت و چند چوکی ولایت و چند چوکی هم در سفارت، خیال میکنم امتیاز بزرگی برای حزب اسلامی. حزب اسلامی در حال حاضر شاخه ارغندیوال از یک طرف حزب یک دست نیست، از یک طرف اونقدر نیرومند نیست و اونقدر نمیتونه دکتر عبدالله را در پروسه انتخابات کمک کنه. حرف دیگر که میخوام به شما شریک بسازم، در حال حاضر امروز وقتی که جناب دکتر عبدالله همراه دو معاون خود رفتن، ما از طریق رسانه ها دیدیم هم جناب دکتر صاحب عبدالله بیانیه ای را ارشاد فرمودن و هم آقای انجینر محمد خان و هم آقای محقق. از همین جا معلوم بود که وقتی که یک رئیس جمهور کاندید ریاست جمهوری بیانیه میده حاجت به معاونا ندارن، اینا یک تیم هستن. از همین جا شخص محوری مطرح بود نه تیم گستری. و حرف دیگری را که میخوام به شما شریک کنم، جناب دکتر صاحب عبدالله امروز اظهار کردن که باید حکومت در انتخابات مداخله نکنه، ولی شوراهایی که جناب دکتر صاحب عبدالله را تا پای
کمیسیون انتخابات را همراهی میکردند زیادتر چراهای بزرگ دولتی بودند. امیدوار هستم که این هم متوجه باشد. در حرف آخر من فکر نمی کنم که حزب اسلامی اونقدر که امتیاز از جناب جمعیت اسلامی گرفته و اونقدر که مطرح است به خاطر پیروزی اونقدر جایگاهی را در بین مردم داشته باشه اونقدر بتانه کاری بکنه. اما چیزی که قابل بحث است میشد که بازی های دیگری، امیدوارم که حزب اسلامی تکیتی دیگری و بازی دیگری را پشت پرده نداشته باشه. آقای حکیمی چقدر موافق هستین با مسائلی که آقای سیدی مطرح کردن؟ واقعا حزب اسلامی با جمعیت اسلامی و آقای عبدالله یک بازی را انداختن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما، به جناب آقای سیدی و با همه بینندگان این برنامه تلویزیون شما، من برخلاف جناب آقای سیدی دوستی عزیزمان بسیار متفائل هستم، فال نیک میگیرم یک چنین کاری را. من فکر میکنم اتحاد حزب و جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان به ریاست جناب آقای استاد محقق میتونه یک اساسی استوار و محکمه در وضعیت کنونی افغانستان گذشته از انتخابات بگذاره. مضاف بر این که نباید فراموش بکنیم که این اتحاد انتخاباتی منحصر به این سه حزب نیست، یک بخشی بزرگی از جامعه سیاسی افغانستان احتوا میکنه. در حدود 8 تا 7 تا حزب دیگری در تحت ائتلاف ملی قرار دارند. لحاظا من فکر میکنم که در آینده های نه چندان دور، در روزهای چند روزی آینده محدود، طایفه های جدیدی به اینجا میپیونده، کسانی دیگری که تا هنوز از اونها اسم گرفته نشده. ولی اصل تیم حالا امین سه فردی است که رفتن به کمیسیون با نامنویسی کردن. اصل تیم اینها نیستند، اینا رؤوس تیم هستند، اینا کارت انتخاباتی تیم هستند. بس بر سر امین است. حالا آقای سیدی میگن که آقای ارغندیوال کسر شان دانستین که در کنار آقای عبدالله قرار بگیره. رفتن آقای ارغندیوال به ثبت نام که شما هم دیدین از طریق رسانه ها و از طریق رسانه خودتان، حضور آقای ارغندیوال، امضا کردن موافقت نامه توسط آقای ارغندیوال نشان میده که آقای ارغندیوال به عنوان رئیس حزب حاضر است. چیزی را که من به عنوان شاهدی عینی و شاهدی صحنه های این گفتگوها، چون من عضو هیئت گفتگو کننده جمعیت اسلامی افغانستان با هیئت حزب اسلامی افغانستان بودم، از همه این نشیب و فرازهای این مذاکرات خبر هستم و آگاهی دارم. در همه امور پا به پا همه رؤسا و بزرگان هر دو حزب و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان قرار داشتند، هیچ چیزی پنهان نیست. آنچه که آقای ارغندیوال چرا نبود، حتی ملاحظاتی بود که من فکر میکنم بدون شک و در گذشته ها در آینده ها روشن خواهد شد که به نفع این ائتلاف، به استحکام این ائتلاف است. به این معنا انتخاب آقای انجینیر محمد خان بر چه اساسی بوده؟ حالا جمعه خان هم در طرح حرفایش را من مطرح کردم، در ابتدای برنامه گفتن این چند فردی نشستن و نمایندگی از تمام حزب اسلامی نمیکنه. بر چه معیاری آقای محمد خان را انتخاب کرده؟ حزبی چارچوبه ها، میکانیزم هایی برای تصمیم گیری داره و شیوه های تصمیم گیریم در هر حزبی مشخص است. غالبا احزابی که به گونه سیاسی عمل میکنه تصمیم گیری های دموکراتیک، شورایی و اکثریتی است. اکثریت مطلق اعضای شورای اجرایی حزب اسلامی افغانستان تا جایی که بنده خبر داره، بلکه کدام حزب اسلامی منظور شما است؟ ما حزب اسلامی، منظورمان حزب اسلامی و رهبری و ریاست آقای عبدالهادی ارغندیوال. ولی شما میدونید که وزارت شاخه‌های متعددی اجازه داره این حزب. اجازه بدید، ای بهتر است که با اعضای حزب مطرح شود که چگونه است. حزبی که به عنوان حزب اسلامی افغانستان در وزارت عدلیه افغانستان ثبت و راجستر است و از سوی مراجع ملی و بین المللی به عنوان حزب اسلامی افغانستان اکنون شناخته می شود. یکی احزاب شاخه ها و گروه های دیگری جدا شدن از این حزب وجود دارند، او چیزی است به فکر میکنم یک چیزی عادی است. این انشیابه ها و با هم پیوستن ها یک امر در امر سیاسی یک کاری عادی و طبیعی است. آنچه که بعد
کاندیدا نشدن آقای ارغندیوال ارتباط میگیره که من در جریان هستم، بیشترین معاذیر شخصی داشته و حتی اجازه بدید آقای حکیمی چه معاذیری مانع شد که ایشون نیاین؟ مسائل خانوادگی، مشکلات خانوادگی بیشتر که اقامه کردن در بحث‌های بسیار جدی که ما قرار داشتیم داشتن آقای ارغندیوال. و حتی ناگفته نمونه که کاندیدای مورد اتفاق حزبم جناب آقای ارغندیوال بودن گذشته از چیزی ما. حالا دیشب توافقنامه میان جمعیت اسلامی و حزب اسلامی صورت گرفته. آقای سیدی اشاره کردن به تقسیم چوکی ها، حالا چند چوکی وزارت رو دیگر من فکر میکنم یک کاری دیگه پیش از این، یک کاری دموکراتیکی دیگر هم حزب اسلامی انجام داده. امی یک کاری اساسی ترین کاری دموکراتیک تقسیمی ببخشید توزیع قدرت است، چی در سطح کشور چی در سطح حزب. بله، چوکی ها تقسیم شده، چوکی های وزارت از حالا اجازه بدید. من فکر میکنم در این قسمت با تجاربی که افغانستان داره، با تجاربی که حزب و جمعیت دارن، با تجاربی که احزاب سیاسی مقتدر در افغانستان دارن، این یک ائتلاف سیاسی برای افغانستانی درخشان، عزتمند، نیرومند است. با باز بودن سینه این ائتلاف برای پیوستن همه گروه هایی بله. که تازه می پیوندن. اوکی حکیمی، این در سوال صدر... پاسخ نیافت که صدر... آیا چوکی ها تقسیم شدن؟ احزاب سیاسی کارش چیست؟ به دست آوردن قدرت سیاسی. مگر تقسیم فقط راش هست؟ بله، راش کجاست؟ راش انتخابات. اگر این انتخابات رای بوده به این کاندیدا، متوجه هستین؟ این کاندیدا به صورت ارزش بر پایه ارزش های دموکراتیک میتونن کاملا به صورت دلخواه خود حکومت بسازن. اما اگر تقسیم چوکی ها اما... چه تفاوتی میان آنچه آقای کرزی در دوران انتخابات کرد با حالا که شما میکنید وجود داره؟ تکمیل میکنم در حکومت. اما با در نظر داشتی وضعیت کنونی افغانستان، با در نظر داشتی بحران مزمینی را که افغانستان پشت سر گذارنده و تا کنون در ادامهش قرار دارد، همه این احزابی مؤتلف در این اتحاد انتخاباتی تصمیم گرفتن که ما نه تنها قدرت در میانی خودمان انحصار نمی کنیم، بلکه ما کمترین سهمی از کرسی های کابینه و مراکز قدرت به این احزاب اختصاص میتونیم، دیگرها را برای نیروهای ملی، شخصیت های مستقل، احزابی دیگر و متخصصان تعلق خواهیم داشت. تقسیم چوکی ها به چه معناست؟ آقای کرزی هم چنین کار را کرده بود، همین احزاب اپوزیسیونی بیشتر انتقاد میکردند که چرا باید چوکی ها تقسیم شود و اینکه جنرال دوستم از دست میره، احمد ضیا مسعود و امرالله ساری، چه تاثیر میگذاره روی این اتحاد انتخاباتی؟ من بسیار علاقمند و عاشقانه میگم که بر گذشته خود معترف باشم و حقیقت بگویم. من در دوره گذشته به دکتر سب عبدالله عبدالله کمپاین میکردم و بارها با صحبت با وحید عمر شستم و از موقف دکتر عبدالله دفاع کردم. هنوز پشیمان نیستم. اما اون چی که من میگم، اول حزب اسلامی، من باور دارم که تو هنوز حکمتیار پادشاه حزب اسلامیه. به این روزا قطب الدین هلال و آقای ارغندیوال به نوع اختار داد که شما نمیتونین به نام حزب اسلامی فعالیت کنین. آقای سباون میگه نماینده حزب اسلامی من هستم. خالد فاروقی میگه نماینده حزب اسلامی من هستم. آقای جمعخان همدرد میگه نماینده حزب اسلامی من هستم. از این حزبی که مانند بیرقای افریقای جنوبی بره چند رنگ داره، 18 رنگ داره، من نمیفهم که دکتر عبدالله چی ثمره خواهد برد. یک. دوم، من دو شب کمی تشویش کردم، صحبتی داشتیم با طولو نیوز، آقای شلگره به نمایندگی از حزب اسلامی با ما بود، کسی از مزار به نام نجیب پیکان صحبت کرد، مانند میرش تراشیده بود. آقای شلگری عصبانی شد، گفت که اگر ما به قدرت رسیدیم رشته روشیده ها رو مجازات میکنیم که اینا ترک سنت کردن. ما ترس خوردیم که تا حالا دکتر صاحب عبدالله به قدرت نرسید، اگر رشته روشیده ها رو مجازات کنه بسیار خطرناک است آینده، یعنی بنیادگرایی برشت بنیادگری. اون چی که در مورد جمعیت شما فرمودین، من باور دارم که صلاح الدین ربانی فرزند ارشد شهید استاد ربانی که من بسیار احترام دارم استاد ربانی، به روزهای دشوار دست خود به سرما کشیده. اما چی میگم، جمعیت هم احمد ضیا من حیث معاونی جمعیت اسلامی دیگر با جمعیت نیست. من باور دارم که حالا از دست دادن این بانک های رای که آقای دوستم یکی از اون برجسته ترین هاش گفته میشن، از چه تاثیر میگذاره روی اتحاد انتخاباتی؟ ببینین، من فکر میکنم که متاسفانه در افغانستانی که ما زندگی میکنیم سیاست برنامه محور نیست، شخص محور است. بنابراین شخص محور میتونه تا آخرین نقطه
تغییر موقف بده، چون که جناب آقای محقق دیروز با جبهه ملی احمد ضیا بود، امروز با جناب دکتر صاحب عبدالله است، فردا شاید با کسی دیگری باشه. بنان چون سیاست در افغانستان، عذر میخوام، بعضی به نزد بعضی سیاسیون فقط سیاست بازوری است. بنان هر قدر که مردم بازوری سیاست کنن، تنزو و شکست ها در سیاست وجود دارد. در مورد اون تقسیم چوکی ها چیز نگفتین؟ ما اون چی دیروز یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی هیئت اجرایی آقای ارغندیوال به من گفت که حزب اسلامی با تعهدی را که با جمعیت اسلامی کرده، بر علاوه معاونی اوت، یک تعداد چوکی های ولایت، یک تعداد سفارت ها و یک تعداد وزارت ها وعده داده شده. اما بعدا من فکر کردم که نه تنها حزب اسلامی به جناب دکتر صاحب عبدالله است، بلکه آقای محقق هم است. اگر اینقدر وزارت و ولایت با آقای محقق هم وعده داده شده، 12 حزبی هم که جناب آقای حکیمی میگن که با ائتلاف دکتر عبدالله، اگر به اونام هر کدومی دو چوکی وزارت بتن، مگم وزارت خانه را 300 چوکی جور کنه جای نمیشه. ولی شایسته سالاری چه شد اگر تقسیم شود؟ حالا بس اینطوری باشه که سهم حزب اسلامی چقدر، جمعیت اسلامی چقدر، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان شما میدونید که در سیاست دوست دائمی به دشمن دائمی وجود نداره، اون که وجود داره منافع است. شما چی میکنین، چی فکر میکنین که حزب اسلامی به پهلوی دکتر صاحب عبدالله آمده، عاشق کاکلش است، به خاطر برنامه ایش آمده؟ اینجا برنامه مطرح نیست، چوکی تصاحب قدرت مطرح است. همین آدمایی که چرا آقای محقق از این خاطر آمده که فقط دکتر از دکتر صاحب عبدالله دیگه آدمی بهتر خامدن که معاون شن، چند تا وزیر شه، یک مدرکی باشه به سیاست. این قانون سیاست است، به تصاحب قدرت. آقای حکیمی، از دست دادن جنرال دوستم، احمد ضیا، مسعود، امرالله صالح، فکر میکنین ضربه کلانی است بر پیکره این تیم شما؟ من فکر میکنم در این موارد باید شخصیت های محترمی را که شما نام گرفتین خودشان ابراز نظر بکنن. اما تا جایی دوستم ابراز نظر کرد و به صراحت گفت اگر معاون نباشه در تیم، بله تا جایی که میدونم بسیار گپ خوب است، خواسته معقول است. ولی یکی از بانک های رای را شما از دست میدین؟ اجازه بدین، بسیار یک خواسته معقول است. مذاکراتی با آقای جنرال دوستم پیوسته ادامه داشت، خواسته های مطرح شده بود، اما طوری که علنا آقای جنرال دوستم گفتن خواستاری معاونت اول بوده، این تفاهمات صورت نگرفته. سوال اساسی اینجاست، ترجیح این که ترجیح حزب اسلامی به آقای دوستم چی بوده در تیم شما؟ اجازه بدین، آقای دوستم میگه 3 میلیون رای دارن حالا در بانک رایش و اونا میاره برای شما. ترجیح شما که آقای انجینیر محمد خان را بیارین به جای آقای دوستم معاون اول بسازین چی بوده؟ تقاضاهای بسیار مبرم و حاد جامعه افغانستان، ساختاری قومی جامعه افغانستان، ساختاری سیاسی جامعه افغانستان، ساختاری جغرافیایی افغانستان، همه اینها مطالبات وضعیت امروز افغانستان، اینا همه مطالبات جدی بوده که بر ترجیح اینها وضعیت کنونی افغانستان. یک چیزی دیگری به نام تاریخ گذشته نه چندان دوری افغانستان، ما فکر میکنم که وحدت حزب اسلامی و جمعیت اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی مردمی افغانستان گذشته فراتر از این کاری سیاسی انتخابات، یک باب روزنه و یا بابی تازه ای را در روابط سیاسی جامعه افغانستان میتونه ایجاد بکنه. با این دلایل بوده که اینا، و اما از ابتدا هیچ وقت وعده دادن کرسی معاونت اول به با آقای جنرال دوستم صورت نپذیرفته بوده که اینجا ترجیح صورت بگیره. این یک کاری تأسیسی و بدایی است، آغازین است، آغازین است. بله، بعد در اثر مذاکرات و مفاهمات و شور و مشوره های پی همین که صورت گرفته، این یک کاری ترجیحی یعنی که میان گزینه ها ملک گزار دوستم و این افراد دیگری که از جبهه ملی هستند. آقای دوستم، حزبی آقای دوستم یکی از احزاب مطرح هستند و میتونه تا هنوزم، من فکر میکنم که رای قطعی نیست، تا هنوزم آقای دوستم میتونن که مذاکراتی داشته باشن، سهیم بودن در قدرت که آقای شما تقسیم کرسی ها گفتین، آقای سعیدی هم من فکر میکنم این از بدایات و از مبادی علوم سیاسی و اعضاب سیاسی، هیچ سیاسی که با قدرت اجازه بده. حالا اگر شما اینطوری میایین تقسیم میکنید قدرت، آقای سیاوش، آقای سیاوش، اجازه بده چند تا کرسی برای حزب اسلامی بجنگید. اجازه بده یک توضیح کوچک بفرمایم.
یه جمعیت اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردمی افغانستان، مگر اینا اعضاشان از جنگل هاست؟ مگر این مردم دیگه سرشان چی مگر میشه؟ اجازه بتیم. اگر قدرت را شما میان خود تقسیم میکنیم؟ من پیشتر رو توضیح دادم، من رو پیشتر توضیح دادم که یک بخشی کوچکی، حتی نه 50%، نه 60%، به مراتب کمتر از 70% و به دیگرا گذاشتن. همه این احزاب اگر چهار 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 اجازه بدید اونجا هم که آقای سعیدی میگه تقسیم شده باشه چه کرسی باقی میمونه برای سایر مردم؟ چون من وارد بسیار جزئیات نمیشم و به صورت کلی عرض میکنم که حزب اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان متعهد شدن که بیشتر از یک سوم کرسی ها را، کرسی های مراکزی قدرت به خود اختصاص ندن. ما فکر میکنیم کمال اجازه بدید این کمال خودگذری و ایثار و فداکاری در پهلوی نه، در حالی که در انتخابات معنای انتخابات چی است؟ یک حزب به تنهاییش میتونه انتخابات ببره، به تنهایی حکومت تشکیل بده و پاسخگو هم باشه. فلسفه انتخابات چی است در پهلوی اینها؟ پس مردم این در کجا این نظام این باز میباشه؟ اجازه بدید این جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی افغانستان به عنوان احزاب مقتدری که از همه لایه‌ها و اقشار جامعه افغانستان عضو دارند، جمعیت اسلامی افغانستان بیترین کادرها را در جامعه اسلامی در جامعه در درون خودم در شما اختلاف دارین در جامعه جمعیت اسلامی امروز تبلوری وحدت و یک پارچگی جمعیت اسلامی افغانستان بودین. نما این آقایش امروز آقای اسماعیل خان کجا بودن؟ آقای اسماعیل خان در سفر خارج بودن. نه اینا میگن در جلسه در جلسه شام جمعه در منزل رئیس جمعیت اسلامی افغانستان آقای صلاح الدین ربانی حضور داشتند در این تصمیم گیری ها و در این مشارکت داشتند جناب آقای امیر اسماعیل خان. آنچه مربوط میشه به جناب احمد ضیا مسعود معاون پیشین اول ریاست جمهوری، ایشان هم در یک جلسات چند روز پیشتر در منزل آقای مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری حضور داشتن و در این کاملا موافقشان اعلان کردن، تا جایی که من بنده خبر دارم از اطلاعات دارم. کوتاه بفرمایید، آقای سعیدی گفتن که رشد بنیادگرایی خواهد بود، چه تفاوتی در شعارهای آقای عبدالله از انتخابات گذشته تا حالا وارد شده؟ من فکر میکنم نه چهره آقای دکتر عبدالله پنهان و ناآشکار در صحنه سیاست در سیاست افغانستان و نه جمعیت اسلامی افغانستان. جمعیت اسلامی افغانستان یک مرحله اقتدار هم سپری کرده. در اون زمان هم جمعیت اسلامی افغانستان همه گروه ها، همه شخصیت ها را از طایفه های مختلف شریک قدرت کرده بود و عناصری سیاست جمعیت اسلامی افغانستان شعار این بار آقای عبدالله چه هست؟ بله؟ شعار عبدالله شعارش یک دنیا شعار برای بازسازی افغانستان که رو دست خنگارش گفته. من یقین دارم که من پیش از اون نباید اعلان بکنم، یعنی در جانوز ندارن در یک پریس کنفرانسی مشخص در یک دو روزی آینده شعار مرکزی و تیم مرکزی اعلان خواهد کرد. تاکید میکنم که حکومت آینده ای که یقینا حکومت آینده دکتر عبدالله خواهد بود با یاری پروردگار، حکومتی همونطوری که آقای سعیدی گفتن شخص محور نه شایسته محور خواهد بود. با این تقسیم کرسی ها از حالا نمیشه گفت که چون این چیز باشد. تقسیم کرسی ها صدها داکتر داره جمعیت اسلامی افغانستان هم چنان حزب اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی مگر تمام افغانستان هم جمعیت اسلامی یا حزب اسلامی یا حزب وحدت مردم افغانستان نیست؟ ببین که مغالطه نشه، گفتم که گفتم که در حد اکثر بیشتر از 3% کرسی های مراکز اقتدار این دو حزب به خود اختصاص نمیتن، بیشتر از 1/3 این دو حزب 1/3، در حالی که یک دنیا پرسونل کادر و متخصص دارن. در کدام رشته است که جمعیت اسلامی افغانستان متخصصینی بسیار بزرگی نداشته باشه؟ آقای سعیدی آینده را شما چی میگیرون میبینین از اختلافاتی که حالا میان حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تا حزب جمعیت با حزب اسلامی وجود داره؟ آینده این ترکیب از دید شما چگونه است؟ من اول تکرار کردم که زمانی بود که حزب اسلامی و جمعیت توسط توپ و تفنگ قدرت میخواستن، حالا که از راه انتخابات میخوان ملبک میگم. یک دوم، من باور دارم با قیمتی که جمعیت حزب اسلامی جمعیت اسلامی و دکتر عبدالله خریدن، خیلی قیمت خریدن، اونقدر وزن نداره. دوم، در افغانستان یک نوع بازار است. من از طریق تلویزیون شما تا این 3 روز میشه
همه کسایی که میخوان به ریاست جمهوری کاندید کنن صدای مرو بشنون که تا حال 4-5 نفر به من پیشنهاد معاونیت اول و دوم کرده، چون من بازی های سیاسی را در افغانستان خیلی بازاری میبینم، بسیار ذوقک زده نشدم که قبول کنم، اما اگر توافق کردم من هم فردا قبول میکنم. احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و واقف حکیمی، سخنگوی جمعیت اسلامی، ممنون از حضور شما. و نخست وزیر پیشین استرالیا تبعیض جنسی وقیحانه و خشونت آمیز علیه خود را در سالهای دوران نخست وزیریش را محکوم کرد. با گزارش روزنامه دیلی میل، جولیا گلارد نخست وزیر پیشین استرالیا که اولین نخست وزیر زن در این کشور بود، در اظهاراتی به مسئله تبعیض جنسی وقیحانه و خشونت آمیزی که در جریان 3 سال مسئولیتش در استرالیا تجربه کرده بود را شدیداً محکوم کرد. وای در سخنرانی خود در یک نشست عمومی گفت: یک بار به نقطه‌ای رسیدم که از دید کاریکاتورها و اظهار نظرهای زشت جنسی درباره خودم در اینترنت احساس خشم دیوانواری کردم. گیلارد که اکنون از عرصه سیاست استرالیا کنار گرفته، گفت که از مشاهده عمیق سوء استفاده‌ها علیه خود به عنوان اولین نخست وزیر زن در استرالیا شگفت زده شده است. گیلارد در ادامه گفت: در این صورت اگر وای دست به شکایت بزند متهم می شود به اینکه خود را قربانی جا می زند و جنگ جنسیتی را انداخته، و اگر هم شکایت نکند یک قربانی واقعی خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما، هم خدا نگهدارتان.